وقتی میگیم دوتا کشور با هم درگیری و تنش دارن، معمولا جنگ و تحریم و تهدید توی ذهنمون میاد. ولی همیشه اینطور نیست. جنگ و رویاروی مستقیم کار کشورهاییه که توی زمینه‌های دیگه قدرتی ندارن. این یکی از همون اتفاقاتیه که غرب رو در مورد چین نگران کرده. بیشتر خبرهای مربوط به تنش بین غرب و چین درباره احتمال بروز یک بحران ژئوپلیتیکیه، چیزی که ممکنه به درگیری نظامی هم منجر بشه. اما میخوام بهتون بگم این درگیری ژئوپلیتیکی با چین میتونه خیلی فراتر از یک جنگ نظامی باشه. واقعیت اینه که همین الان چین این توانایی رو داره که بدون حتی شلیک یک گلوله ارتش‌های غرب رو فلج کنه. دولت چین میتونه به سرعت به میلیون‌ها نفر تو کشورهای غربی آسیب برسونه بدون اینکه یک سرباز از مرزهاش خارج بشه. و این میتونه یک فاجعه بزرگ بهداشتی باشه که تو تاریخ مدرن پیش میاد. این وضعیت نتیجه یک برنامه‌ریزی دقیق از طرف چینه که تونسته کنترل بازار داروهای جهانی رو به دست بگیره. برنامه‌ریزی خیلی موفقی توش داشتن و حالا چین یک قدرت و نفوذ ترسناک داره که اگه یه بحران ژئوپلیتیکی پیش بیاد میتونه ازش استفاده کنه و زندگی در غرب رو تهدید کنه. خیلی از ماها روزانه برای مشکلات مختلف مثل فشار خون بالا، استراب، افسردگی، درمان سرطان، جلوگیری از بارداری و خیلی چیزا دارو مصرف میکنیم. توی آمریکا یک آماری گرفتن که تحقیقاتشون نشون داد بیش از یک سوم بزرگسالان روزانه دارو مصرف میکنن. توی اروپا هم وضعیت مشابهه. ولی چیزی که بیشتر این افراد نمیدونن اینه که تولید و دسترسی به خیلی از این داروها به واردات چین وابسته است. اگر دولت چین تصمیم بگیره این محصولات رو به کشورهای غربی نده، ذخایر دارو تو کشورهای غرب تو کمتر از 2 ماه تموم میشه و هیچ برنامه‌ای هم اونا برای جبران کمبودشون ندارن. چی شد که اصلا غرب تا این حد به چین برای تولید دارو وابسته شده؟ اگه چین تصمیم بگیره که دسترسی به دارو رو محدود کنه، اوضاع چقدر بد میشه؟ و در نهایت اگه بخوایم از این بحران پیشگیری کنیم چه کار میشه انجام داد؟ اول بیاین در مورد فرایند تولید دارو صحبت کنیم. البته این موضوع پیچیده ایه، ما خیلی خلاصه و کلی بهش اشاره میکنیم. تولید کنندگان دارو یک زنجیره تولید خیلی کارآمد برای تولید این محصولات دارند. فرایند تولید دارو با مواد اولیه شروع میشه که پردازش میشن تا مولکول‌های فعال بیولوژیکی که بهشون مواد مؤثره دارو میگن رو تولید کنن. بعد این مواد مؤثره بسته‌بندی میشن و به شکل نهایی دارو در میان که تو داروخونه ها میبینیم. معمولا شرکت های مختلفی هر مرحله از این فرایند تولید رو انجام میدن. تا اوایل دهه 2000 چین تولید کننده بزرگ دارو اصلا برای بازار جهانی و این چیزا نبود و شناخته شده نبود. در واقع 90% از مواد مؤثره داروهای جهان تو آمریکا و اروپا تولید میشد و تولید دارو توی چین بیشتر برای تأمین نیازهای جمعیت روبرشت خودش بود. تو اون زمان بخش بزرگی از ظرفیت تولید داروهای کشورهای غربی صرف تولید داروهای ساده و جنریک که داروهای ارزون قیمت با سود کم هستن میشد. اما کل فضای تولید دارو کم کم تغییر کرد. چون چین با استفاده از نیروی کار ارزون و نبود قوانین محیط زیستی تونست به یک قول تولیدی تبدیل بشه. توی چین نیروی کار ارزونه. مواد سمی که تو فرایند تولید دارو استفاده میشه اهمیت چندانی نداره. شرکت های غربی هم که خب مشتاق بودن با چین کار کنن. این تصمیم باعث شد که تولید داروهای جنریک برای شرکت‌های غربی سودآورتر بشه و ظرفیت تولید داخلیشون برای داروهای با سود بیشتر و دارای حق اختراع آزاد بشه. بعد از اینکه فرایند برون‌سپاری تولید داروها شروع شد و به چین سپردن، دولت چین خودش شروع کرد به پیدا کردن راه‌هایی برای تقویت این روند. تو سال 2005 چین قوانینی تصویب کرد که امکان تایید سریع تأسیسات دارو رو فراهم می‌کرد. کم کم از مزایای اقتصادی خودشون هم استفاده کردن و به طور بی سر و صدایی مسئول تولید حدود 40% از مواد مؤثره داروی جهان شدن. امروزه تعداد کمی از شرکت‌ها کنترل کامل مراحل تولید داروها رو تو دستشون گرفتن. مشخص کردن اینکه حالا چقدر
غرب به چین واسه دارو وابسته سخته، چون نهادهای نظارتی توی اروپا و آمریکا آمار دقیقی از زنجیرهای تأمین داروهای وارداتی جمع‌آوری نمی‌کنند. تو سال 2019 سازمان غذا و داروی آمریکا گزارشی داد که توزیع جغرافیایی تولید کنندگان مواد مؤثره داروها را بررسی کرده بود. این گزارش با یک آمار تقریبی میگفت 80% از داروهای آمریکا وابسته به چینه. تو سال 2023 کمتر از 5 محل تولید توی چین بیش از 50% از مواد مؤثره داروهای جنریک مورد نیاز اروپا را تأمین می‌کردند. این موضوع کشورهای اروپایی را نگران کرد. از کمیسیون اروپا خواستن اقدامات لازم را انجام بده. سرمایه‌گذاری آمریکا هم از اون طرف روی داروهای چینی از 2005 تا 2021 حدود 70% افزایش پیدا کرده بود. اگر چین تأمین داروها رو به غرب قطع کنه، زندگی میلیون‌ها نفر به خطر میفته و ارتش این کشور هم تحت تأثیر قرار میگیرن. تو سال 2023 وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 54% از داروهای نظامی از منابعی مثل چین تأمین میشه. در صورت بروز درگیری نظامی، تقاضا برای داروها به حدی زیاد میشه که این زنجیرهای تأمین آسیب پذیر فرو میپاشن. چین داره با تمام توان صنعت داروسازی خودش رو تقویت میکنه تا دیگه نیازی به داروهای خارجی نداشته باشه. تا اینطوری در صورت یک درگیری خودشون نقطه ضعف نداشته باشن که کشوری اونا رو تحریم کنه. چین استانداردها رو بالا برده و کارخونه‌های قدیمی رو بسته تا داروهای با کیفیت تولید کنه. حالا چین یکی از بزرگترین تولید کننده های دارو در دنیاست. تو سال 2022 چین حدود 10% از بازار جهانی داروهای خاص رو گرفته بود و داروهای جدید هم وارد بازار میکرد. این موضوع با توجه به تنش بین چین و غرب نگرانی‌هایی رو به وجود آورد، مخصوصا برای کشورهایی که با چین روابط خوبی ندارن. این کشورها میترسن که اگر روزی چین صادرات دارو رو بهشون قطع کنه، با کمبود دارو مواجه بشن. حالا بقیه کشورها میتونن چی کار کنن؟ مثلا هند خودش میخواد از این فرصت استفاده کنه و جای چین رو بگیره. اونا دارن با قدرت تولید دارو رو افزایش میدن تا بتونن داروهاشون رو به کشورهای دیگه صادر کنن. کشورهای اروپایی از اون طرف دارن تلاش میکنن که کمتر به داروهای چینی وابسته باشن. اونا دارن کارخونه‌های داروسازی خودشون رو دوباره راه اندازی میکنن و قوانین جدیدی رو واسش تصویب کردن. آمریکا هم مثل بقیه کشورها میخواد تولید دارو رو داخل کشورش افزایش بده. اونا دارن قوانین رو تصویب میکنن تا شرکت‌های داروسازی رو تشویق کنن داروهای ارزان‌تر تولید کنه. تولید دارو توی یک کشور ممکنه به نظر یک راه حل مناسب بیاد، اما همیشه اینطور نیست. خیلی از شرکت‌های تولید دارو باز خودشون هم به چین وابستن و نمیتونن همینطوری واسه خودشون دارو بسازن. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که اگه داروها خارج از چین و هند تولید بشن، احتمالاً 30-80% گرونتر از داروهای وارداتی فعلی میشن. و خب سوال اینه که آیا مردم حاضرن برای یک منبع قابل اطمینان تر هزینه بیشتری بدن؟ به نظر که مردم موافق باشن. علاوه بر این، اطمینان بیشتری توی تأمین دارو هست. مردم از کیفیت بالاتر محصولات بهره مند میشن. در گذشته داروهای تولیدی چین به خاطر روش‌های ارزان‌سازیشون با خطراتی همراه بوده. مثلا تو سال 2008 داروی رقیق کننده خون آلوده‌ای که تو چین تولید شده بود باعث مرگ 81 نفر تو آمریکا شد. 10 سال بعدش یک داروی فشار خون تولیدی چین پیدا شد که توش ماده سرطان‌زا بوده. این باعث شد این دارو تو اروپا جمع‌آوری بشه. این مشکلات به خاطر سیاست‌هایی که داروهای چینی رو ارزون می‌کنه و از اون طرف از چشم‌ها پنهان مونده. اما اگه این داروها تو کشورهایی که استاندارد بالاتری دارن تولید بشه، احتمال بروز این مشکلات کمتره و البته گرون‌تر هم هستن. به هر حال داده‌ها داره نشون میده که وابستگی غرب به داروهای چینی بیشتر از حدیه که باید باشه. برای جلوگیری از این وضعیت، باید همین حالا اقداماتی انجام بشه. حل این مشکل هم اصلاً ارزون نیست، اما به هر حال وقتی به چیزی که در خطر فکر کنیم، شاید ارزشش رو داشته باشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.